اینجا در میدان اصلی شهر استکهلم فعالین سیاسی، فعالین حقوق بشری در دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع به فراخوان کمیته بین‌المللی علیه اعدام حزب مردم بلوچستان و سازمان زنان بلوچستان ایران برگزار شده. سخنرانان مختلفی اینجا از دادخواهی کسانی گفتند که در اعتراضات زن زندگی آزادی و در طول عمر جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. در جمعه خونین زاهدان بیش از 100 نفر مورد هدف و اصابت شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. خیلی وقتا ما از کودکانی که در خیزش زن زندگی آزادی کشته شدن یاد میکنیم و معمولا نام کیان پیرفلک رو میبریم. باید بگم که در جمعه خونین زاهدان دختری 6 ساله به نام هستی مورد اصابت گلوله قرار گرفته. نیروهای امنیتی میگن با گاز اشکاور کشته شده، اما خیلی ها بر این عقیده هستن که او مورد اصابت گلوله مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته. حالا اینجا به زبانهای مختلف مردم هزاران کیلومتر دورتر از زاهدان شعار زن زندگی آزادی رو سر دادن تا بگن تمام مردم ایران خواهان یک چیز هستن و اون هم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایرانه. این گونه با پرچم‌های مختلف، با زبان‌های مختلف در کنار هم هستن تا رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه و کشور ایران بتونه به یک آزادی برسه. مهران عباسیان، سکو. در همین تجمع همکارم مهران عباسیان گفتگوی داشته با سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام. با هم ببینیم. به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی یک انقلاب بسیار مهم بود که میشه اون رو مقایسه کرد با انقلاب کبیر فرانسه، ولی یه تفاوت جدی و مهم داره و اونم اینه که مسئله زن رو آورد، گذاشت روی میز، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از اول با حمله به زنها شروع کرد و بعد با جدا کردن مردم و تبلیغات هایی که میکنه در مورد اینکه کردها تجزیه طلبن یا بلوچ ها، نمیدونم، تبلیغات های منفی که انجام میده. به این معنا به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی در درون خودش یک وحدتی رو ایجاد کرد در بین مردم ایران و من واقعا بسیار خوشحالم از این نظر. من الان امروز توی تظاهراتی شرکت کردم که مردم از جاهای مختلف ایران، یه عده از کردستان، یه عده از بلوچستان، یه عده از آذربایجان یا از تهران اینجا جمع شدیم دور هم دیگه و داریم اعلام میکنیم که دشمن ما جمهوری اسلامی ایرانه. من تو سخنرانی من گفتم و ما در کنار هم با اتحاد میتونیم حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم. به نظر من این نوع تظاهرات ها حتما قوت قلبی هست به مادرایی که عزیزانشون رو از دست دادن، به خانواده هایی که داغ دارن و اعلام میکنن که نمیبخشیم نفراموش میکنیم.